له امریکا سره د امنیتی تړون د نه لاسلیکولو لومړی ګواښ. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د افغانستان نږدې 100% کې بودیجه پر بهرنیو مرستو پورې تړلې ده. بودیجه زمونږ تقریبا 100% کې خارجي تمویل نه ده، دا د قیودو شرایطو نه ډکه بودیجه ده او همیشه وه. خارجي سهرته تمویلې ځینې شیانو نه تمویلوي. له بلې خوا نه پرون د افغانستان حکومت ویلي و چې امریکا د افغانستان په ملي ځواکونو د سونګ مواد او نور اکمالات بند کړي دي. د ملي اردو او پولیسو د تیلو او نورو تدارکاتو د درولو څرنګوالی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو لخوا له ولسمشر کرزي سره د ملي امنیت شورا په غونډه کې مطرح شول. د ملي امنیت شورا ولسمشر کرزي ته د امریکا دا کار د افغانستان پر وړاندې ژمنو پر خلاف عمل بللی دی. خو د نړیوال ائتلاف ځواکونه د اردو او پولیسو د تیلو او تدارکاتي توکو د درولو په اړه د افغان چارواکو اداره د وی او د دغو ځواکونو په یو خبر پاڼه کې راغلي د افغان ځواکونو د تیلو په ورکړې کې هیڅ ډول ځنډ نه دی راغلی. موږ دغې اندېښنې په اړه چې د ولسمشرۍ په یوه پاڼه کې د افغان ځواکونو لپاره د سون توکو د درولو په اړه راغلي خبر یو. د غوښتل شویو سون توکو په ورکولو او د افغان ځواکونو لپاره د سون توکو د پیرلو او ورکړې په بهیر کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی. موږ د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمن یو او له دغو ځواکونو څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویلي واشنګټن په دې کار سره غواړي چې افغانستان د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره تر فشار لاندې راولي، ځینې کارپوهان په دې اړه داسې نظر لري. بالای ما تیل قطع شد، سوا مهمات قطع میشه، تسلیحات قطع میشه، دیگر روز معاش پرسنل قطع میشه. ما آمادگی برزی نداریم که خود کفا باشیم، پس ایجاب از ایره میکنه به خاطر از اینکه مورال دشمنای افغانستان بلند نبریم، مردم خود بلند ببریم. ما چنین قراردادها را در شرایط فعلی ضرورت امضایش میره که باید از قرارداد عقد شوه. د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه اندېښنې له ولسمشرۍ ماڼۍ ور اخوا د افغانستان په ډیری مالي ادارو کې هم زیاتې شوې دي. دغه ادارې اندېښنه لري که د نړیوالې ټولنې مرستې کمې شي، دوی به د دې توان ونه لري چې د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي. د مرکزي تفتیش اداره د عادي بودجې د څرنګوالي په اړه وایي په اوسني وخت کې څه د پاسه 40% عادي بودجه چې له هغې څخه د دولتي کارکوونکو معاشونه ورکول کېږي د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېږي. در سال 1391 ما در حدود 98 میلیارد افغانی در کد 21 به حیث مزد و معاشات داشتیم برای کارمندان دولتی خود، که از 98 میلیارد افغانی طبیعتاً مقداری که ما از منابع داخلی خود تانستیم که به دست بیاریم 81 میلیارد افغانی بوده. یعنی ما حتی 81 میلیارد افغانی که اگر ما به فیصدی حساب بکنیم میتونه که 85% مزد و معاشات ما را کاور بکنه در این قسمت. پس طبیعتاً حتی منابع داخلی ما اگر مساعدت های ما نباشه ممکن است که ما در زمینه دادن معاشات به کارمند دولتی دچار مشکل باشیم. د شمیر له مخې له 2001 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې امریکا کابو 1500 میلیون ډالر د افغان ځواکونو لپاره د تیلو د برابرولو لپاره لګولې دي، او سربیره پر دې په روان میلادي کال کې هم 115 میلیون ډالر د دې لپاره بیل کړی دي. سلام او وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودی خبری خبرونه لیدونکي یاست. په دې خبرونه کې د دې موضوع د تیرولو لپاره سره ملمانه دي د ولس چرګې غړی محمد داوود کلکانی، د سیاسي چارو کارپو انجینر زکریا، او د ولس چرګې غړی محمد نعیم لالای حمیدزه. تاسو ته مشه بس بخیر اغلی کلکانی صاحب، دراغاز به شما مهم چی فکر میکنید که آیا این همه هشدارها به خاطر امضا نکردن پیمان امنیتی یا قرارداد امنیتی با امریکاست؟ وزیر مالیش امروز میگه که تقریبا نزدیک بر 100% اواید ما که از کمک های خارجی تعلق دارد. همچنان حکومت افغانستان ادعا کرد که مواد سوخت بالای ما بند کردن، اما ایصاف این موضوع رد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. چیزی که مسلم است در قضیه که مطرح است، متاسفانه دولت افغانستان در طول مدت 12 سال با همه تلاش هایی که کردن و کمک های جامعه جهانی و امنیت و مسائل آمدن قوت های خارجی در افغانستان و امثال از این، ولی دولت افغانستان تا فعلا
در بودجه عادی خود در این چند سالی که ما در پارلمان افغانستان حضور داریم تقریبا از 70% بودجه عادی افغانستان که از عواید داخلی باید پوشش یابد بالا نرفته است و تا فعلا هم ما در حدود 30% بله. کمبود بودجه از بودجه عادی داریم. بودجه انکشافی را مکمل کشورهای خارجی میپردازه و 30% بودجه عادی را هم در مدت یک سال دو سال که کمی بلندتر عواید افغانستان رفته است این را هم خارجی ها میپردازن. یک چیز واقعیت و مسلم است که افغانستان هنوز از لحاظ اقتصادی سرپاهای خود ایستاده نشده است و افغانستان هنوز هم مشکلات های اقتصادی فراوان پیش روی دارد. نهادهای اقتصادی افغانستان احیا نشده است و افغانستان از لحاظ بودجوی و جمع‌آوری عواید فقط صرف از طریق گمرکات است که افغانستان تانسته است تا حد 70% بودجه عادی خود تأمین بکنه. آقای کلکانی، زمانی که وزیر مالیه هشدار میدهد و میگوید که کاروبار یا عایدات کم شده و مشکلات دیگر اشاره میکنه و میگم که بودجه ما 100% به کمک های خارجی وابسته است، این یک نوع هشدار به رئیس جمهور کرزی نیست از طرف وزیرش که برش میگه که همه چیز از طرف خارجی است، تمام عایدات و غیره و غیره؟ در این خوشکی نیست که وزیر صاحب مالیه از لحاظ مسئولیت های مالی و بودجوی هم که داره باید مسائل برای رئیس جمهور گزارش بده، به ملت افغانستان گزارش بده و واقعیت های عینی که وجود داره باید ایره برملا بسازه و بیان بکنه. این که در شرایط کنونی ایره ما چه توجیه میکنیم که آیا هشدار است و یا یک خبر است و یا فشار است، ولی واقعیت امر امی است که دولت افغانستان در شرایط کنونی در مدت 12 سال اینا نتانستن بودجه عادی خودم از عواید خود تمویل بکنن. این یک واقعیت است که ما در 7 سالی که در ولیسی جرگه حضور داریم تا هنوز هم که برای ما بودجه میرسه افغانستان نتانسته است از بودجه عواید داخلی خود مصارف بودجه عادی را مکمل تادیه بکنه و یا او را تمویل بکنه. فلحاظا افغانستان در این شکی نیست که بودجه عادیش و بودجه انکشافیش توسط کشورهای خارجی، توسط دونرها و توسط کشورهای کمک کننده به افغانستان تا فعلا تمویل میشه. بله، تشکر برمیگردم. خغل علی، کله چی د افغانستان حکومت یا ملی امنیت شورا گواخ کوي او دا خبرداري ورکي خبر پانه لګی چې امریکایي ځواکونو ملی اردو ملی پولیسو ځین قطعات باندې د سونګ توک یا تیل بند کړی او نور اکمالاتي مواد ور باندې بند کړی، که څه هم ایصاف دا خبر ردی وای چې د یو شی حقیقت نه لري، بیا هم د افغانستان حکومت یو خوانه وای چې امریکا زما شرطونه ونه منی زم نتی قرارداد نیمزا کوم، اما بل خوانه داسې دا کوي چې دوی د یو ورځې توان لري چې خپل ځواکونه ته تیل ورکړي. فکر کوي چې اوس امریکا سره په دې ډول باندې ځان بندول چې قرارداد نیمزا کومه ضروری وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاته بختیار صاحب، د میز ملګرو ته، ګډنوال ته، د طلوع المر تلویزیون ټولو کارکونکو ته او ټولو لیدونکو ته، مشکور ته ګورو رښتیا هم د افغانستان اغه اکمالات یو بولو یا بودیجه یو بولو چې د خارجي ځواکونو د خواسه ورکول کیږي د افغانستان حکومت دا د قضیه یو بخش دی. بل خبره دلته داسې ده چې افغانستان د افغانانو ګډ کور دی، هرو مروخ دغه خبرې نه دي چې خامخا موږ ته که بودیجه امریکایان راکوي نو موږ د دوی خبرې په زور باندې پر ځان باندې ومنو او دا تړون ورسره امضا کړو. در اوسه ساعته پورې تړون ولسي جرګې ته نه دی راغلی، دا چې جرګې ورته راغوښتل شوي دي مشورتي یا نور دغسې مسایل پر دې باندې په امنیت شورا کې بحث پاتې کیږي. یو خبرې ته زه اشاره کوم، دا تړون که د افغانستان سره امضا کیږي د دوستۍ دپاره به امضا کیږي، که د افغانستان سره امضا کیږي په افغانستان کې به د سولې او امنیت دپاره امضا کیږي، د خارجیانو د همسایګانو د مداخلې د بندولو دپاره به امضا کیږي. دا څو ورځې موږ پر سر باندې اورو، پرون په خبرو کې د امریکا د کانګرس یو غړی دا خبرې کوي، نن د سیاسي کمیټې مشر دا خبرې کوي، او دلته په افغانستان کې خپله د رئیس جمهور د کابینې هغه وزیران چې پر ده باندې تپل شوي دي هغه دغسې ګواښونه ورته کوي. دا په دې معنا باندې
نه ده چې رساب جمهور د سترګې پټي کې د تړون دی ورسره امضا کی زه مخ د دې طرفدار یم چې تړون باید په هغه صورت کې امضا سي چې د افغانستان کوم شرطونه دي د افغانستان کوم غوښتنې دي دا په نظر کې ونیول سي زه بل څه عبدالله دوی اشاره کوي چې د افغانستان غوښتنې په دغه موافقتنامه کې په متن کې ځای پزې شي ودی چې موږ به مرسته کوو دا کارونه به موږ کوو او افغانستان حکومت په مقابل کې دا مرسته له موږ سره کوي اوس وی دا اضافي شرطونه چې خودل شي وي دا دومره ژر نشي کېدای چې دوی تر سره کړی اوس انتخاباته ضمانت څوک کول شي خپل رئیس جمهور وایي چې په انتخاباته کې باید خارجیان مداخله ونه کړي بل خوانه وایي چې خارجیان باید ضمانت وکړي چې دلته شفاف انتخابات تر سره شي اوس دا زد او نقص دا ویني دي او بل خوانه د افغانستان حکومت یو ورځ دا توان نه لري چې خپل ځواکونه ته تعطیل ورکړي موږ دا څه دی موږ دا خبر نه سور ده ولی چې په انتخاباته کې دو طرفه مداخله ده خو موږ ولیدل تیر انتخابات موږ ولیدل کم مداخلات خارجیانو پکې کوله هغه د خارجیانو مداخله موږ ولیدل او کم مداخلات زموږ حکومت کوله یا رئیس جمهور د ټیم کوله هغه موږ ولیدل موږ یو پلا د نس کولای چې د خپل پړه پر نورو باندې ورواچو دلته ډیر مسائل دي چې په موږ پورې تړل دي به چې د خپل چې په موږ پورې کوم مسائل تړل دي دا به د خارجي ځواکونو په غاړه کې ورونل ویږي موږ په دې باندې پویږو کدوې موږ ته زموږ د عسکرو ته د یوې میاشتې تنخوا ورنکي ماشورنه کې د افغانستان د اردو د کوت سره مخامختوم په دې شال باندې تیلې مګر دلته یو شی دی خو د افغانستان په هر نیت کې په بل خصوص په درو سره کو وو کې دغه سیو حرکت در سره سول خپل په داخل کې خپل د حکومت د خواسته داسې وو حرکت در سره سول چې در سره کو وی در سوال لاندې راوستلې نن د بی اعتمادۍ په ځای ډیر سوي د اعتماد هیڅوک په یو بل باندې اعتماد نس کولای زه په دې باندې پوهیږم چې رئیس جمهور کوي خبري وکړي د په خبرو کې په حقیقت لیدل کېږي چې سول او امنیت په خارجانو او پاکستانیانو پورې بتړلې مګر دلته اوس موږ خلک باور په دې خطر باندې نسی کولای ډیری بیا باور دلته په وجود باندې راغلی دي ولس او حکومت به واټن سره پیدا کړی دي دلته اوس موږ د پاره په کار داده چې هغه خبرې چې خارجیان کوي یا هغه خبرې چې زموږ خپل زموږ حکومت کوي هغه سیاستونه د افغانستان نور فشار وارد کړي په دوه طرفه فشار وارد کړي دغه سیمه د دې د ملک والا موږ چاته ورکو چې بس ارڅ چې ته کوي دلته بس د ملک ستاري موږ افغانان په خپل مملکت کې اوسېږو خارجیان دوم پر موږ باندې دونه ډیر فشار نه راولي چې موږ د دې وزه طرفدار ته دیوم چې دا تړون یې مزاسي خو د افغانانو شرطونه دي که ومنل سي هغه د افغانستان استقلال د خارجانو مداخلات لته د اډو بلبغل د شانی په کې چې په کوم وخت کې د خارجانو فشار دلته دون ډیر سرو چې موږ به د دمکې شروع سولې تیل بند سرو زموږ پر موږ باندې شپ بندیږي او خپل د سیاسي کمیټې کوم مشر چې دا خبرې کوي کې امزانه کې موږ وز په دغه وخت کې ز خپل د رئیس جمهور د رز میتایید کې کچیر دلته داسي مشکلات یا ستونزې نوي یا د انتخاباتو د پاره یا د انتخاباتو ورستو دغه سي مشکل او ستونزې په افغانستان کې نه نو ولې دون اجله لري خارجان ولې دون اجله کوي اوس خارجان چې کوم دلیل امیت سي وړاندې کوي چې موږ باید د 2014 کال لپاره خپل پلان ترتیب کوچی هاي موږ په افغانستان کې پاتې کیږو کوزو که پاتې کیږو هماغه سي پلان باید جوړ کوچی ناتوم خپل پلان ترتیب کیه هي غړي هوا دونه او کچیر افغانستان حکومت موږ سره نه من چې باید پوي شو کنه دا څه دی یو خو زه په دې باور باندې م ز خپل شخص زما نظر هم د خارجان نور د افغانستان وتل نه ممکن دی ول راوستل چا نه دي ارغه څوک سي د اوس یا په دوی په خبري کې یا د دوی سره په جنجال او په مشکلاتو کې اقتدار دا خلک د زوی د ځان سره راوستل دي او دوی کولای شي لکه د ناتو ماموریت یو کال یو غزې دوی کولای شي د خپل حضور په افغانستان کې یو کال ورسته واچي اما فکر کوي کله چې د افغانستان حکومت تړون ورسره لاسلیک نکړي امنیتی قرارداد ورسره لاسلیک نکړي آیا امریکایان به بیا هم خپل مرستو تم دسه بدون لقید او شرط نه ادامه ورکړي فکر نه کوي دا یو ورست کې احیانا تیل بند کړي وي کدی وی هفته لپاره ټول عاشه بند کړي وضعیت په افغانستان څنګه وي دا څه دی یو فشار نه دی چې یوازې دوی به تیل بند کړي یا په افغانستان د حکومت سره اکم کومکونه دي چې هغه به بند کړي زه په دې باندې متیقین یم چې اته د کابل دروازو کې لکه اوسې کم مشکلات موږ په کابل کې لرو دا به د ټولو ولایتو په دروازو کې جوړ شي د افغانستان ډیری برخه به خپل تورستان ورته وایي یا هغه خارجانو جوړ کړي هغه ځواکونه ورته وایي چې د افغانستان د خلکو د جوړ کړی د افغانستان د برباتی د لپاره جوړ سوی دی هغه برس د افغانستان ډیر منتکی به ونسی خو مونږ غریب شی زوان دلته د ټول افغانان یو دین د کرج جمهور دی ک وکیل دی کار څوک دی در وسه ساته پور شخص زده یو وکیل په صفات باندې وایم خو زه په جرګه کې می ګډونوم نه دی کړی د ولسی جرګې پښتون کې دغه سي جرګه زما د لپاره لازم نه دي چې کوم قرارداد د ولسی جرګې تر ازي زالته ګډون وکم زه دی وکیل د افغانستان د خلکو دی واستازي په صفات باندې در وسه ساته پور زه په دې باندې نه خبر چې زموږ غوښتنې څه دي او د دوی زموږ څه غوښتنې څه دي تاسو یو موضوع ته اشاره وکړئ چې ولسی جرګه هم حق لري او دا قرارداد باید ورتره شي دوی هم رائے ورکړي د دې پاړه باندې اوس فکر نه کوي چې دا خو ستاسو یعنی د ولسی جرګې یا مشران جرګې د یاد ملي شورا او د رئیس جمهور ګډ صلاحیت دی
چاغه مزاکوی تاسو تاییدوي یا تصویبوي اوس فکر کوي چې رئیس جمهور دا قرارداد یوازې ځان په ګراو باندې نیولې وي خپل وای چې نه زما شرطونه دی منل شي تاسو نظر تر اوسه پورې نه اخلي نو دا څه دی دا د رئیس جمهور خپل دغه ما په ډیرو مجلسو کې په ډیرو میزو کې هم دا واسو کې کدا دوی پر رئیس جمهور باندې دا فشار وړي دوی دا ته اشاره کوي چې وزیر خارجه یا وزیر دفاع یا بل داسې د دوی په حکومت کې دی وسو کې مزاکې څه کوي وزیر خارجه او دفاع خو مزاکوي ولسی جرګه تراسی په ولسی جرګه کې زیو شی ویلې سم کدا کرا د افغانستان د خلکو په ګټ نه زب خپل یواز زب د یواز نه وکیلم سزا باغته درات راي ورکوم منګر کدا کرا د افغانستان د خلکو په ګټ وی نو ولې د دې کرا د پر دونه جله پکړه او د دې کرا د پر ولې زمش پر د مملکت باندې 15 شکل د همسایګانو مداخله ولې ز پویژم چې د امریکا سره د زمش خلک د امریکا سره د کرا د زمش ول سم ناری وی وکیلان او سناتوران ډیر خلک اته ولما ویناری وی چې د کرا د امزاسي د د دوه سایګانو د مداخلو په خاطر باندې کی کنن پر موږ باندې دوه ډیر فشارونه راوستل سي ز فکر کوم د افغانستان ټول خلک ودرې سم جمهور ډیر مننه کوم ډیر مننه کوم بیرته ګرځم اخه ذکر فکر میکنید که وضعیت رئیس جمهور در بمو چوپان یا تشبیه شده باشه یا آمده باشه موتی حکالت بالایش که میگه رو صدا میکرد که گرگ از باز مردم میرفتن میدیدن گرگ نیست هر روز بالاخره روزی که براستی گرگ آمد هر چقدر که صدا کرد مردم نیامدند رئیس جمهور در طول 10 سال صداهایی کرد شماری از مردم بمی باورستن که اما استاده نشد بالای حرف خود حالا اگر صدا میکند که باید تضمین شما مردم میگن که نه هدف شخصی وجود دارد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با اجازه شما شاپور جان و دوستای گرامی جناب وکیل صاحب داوود کلکانی و جناب دوست عزیز ما حمیزاده صاحب که در این مجلس با هم حضور رساندیم و عزیزانی که تماشا میکنند در این لحظات اساس سخنهای ما را و دقت لازم کار است که بر حرف خود باید بسیار متوجه کنیم که سهمی در تغذیه فکری مردم نریخته باشیم من میخواستم در موضوع اقتصاد صحبت کنم که گزارشات زاخیلوال مبتنی بر اصل روش‌های علمی اقتصاد است و او یک دانشمند اقتصاد است در کانادا تحصیل کرده شاگرد بسیار ممتاز بود یک استاد بسیار ممتاز بود و اقتصاد در جوامع به بخش‌های مختلف تقسیم میشه یکی از این از بخش‌های شگوفاست که به نام بومینگ سکتور یاد میکنه که اکثرا در اثر کمک‌های جامعه بین‌المللی و یا در اثر فروختن مواد خام در یک کشور رونق آنی و رونق سریع اقتصادی در جامعه ایجاد میشه و بخش دیگر اقتصاد به نام اقتصاد متوازن اقتصاد آرام است که رشد کمرنگ داره او در سایه صنعت است و در سایه زراعت یک کشور است در کشور ما در قسمت رشد سریع اقتصاد افغانستان رشد کرد که البته نمونه ازید دنیا زیاد است و ای بالاخره منجر به یک نوع مریضی اقتصادی میشه که به نام مریضی هالندیات میکنن در سال 1959 کشور هالند با کشف مواد نفتی نفت و گاز در کشور خود بخشای دیگر اقتصادی جامعه را فراموش کردن در یک ساعت سرمایه گذاری کردن زمانی که بحران آمد اقتصاد نفت در یک حالت رکود موازی شد اینجوری که ماکس سوال دارم اوست که چند تا چند قبل که امین وزرا به مجلس یا جای دیگه خواسته میشدن میرفتن میگفتن که اوایت ما اینقدر بالا رفته و اینقدر فیصدی بالا رفته حالا همین دکتر صاحبای اقتصاد که هستن آیا نمیدونستن در امو زمان که ای اوایت و ای آمد جلی است وابسته به کمک های خارجی است اگر کمک های خارجی اندکی با مشکل مواجه شود اوایت هم فوراً پایین میه و همه چیز وابسته به کمک‌های خارجی است چرا یک بدیل یک راه حل حداقل برای یک هفته از موقف گیری رئیس جمهور دو هفته نمیگذرد وزیر مالیش هشدار میدهد خود شورای امنیتش از مواد سوخت هشدار میدهد این چگونه حکومت است این خطر اقتصادانه ما خود ما این خطر احساس میکردیم که اقتصاد افغانستان در یک باد رشد کرده و این مریضی هالندی اقتصادی را میگیره رکود میکنه اما این مسئله زمانی شروع شد که آمد کرزی متهم به خوب حکومت کرده یعنی بد حکومت کردن متهم شد از طرف امریکایا گفت پولایی که به کشور آمد شما وزیرای با تجربه نداشتین آدمای کار آزموده نداشتین پولای جامعه بین المللی مخصوصا که مشترکاً 1000 میلیارد دلار پول جامعه بین المللی در این مملکت مصرف شد و امریکایا بیشترین مصرف در کشور کردن اونا گفتن که شما خوب حکومت نکردی و این سبب رنجش حامد کرزی شد
و گپای سخنای زاخیلوال مبتنی به اصل قانون اقتصاد است. زمانی که یک بخش اقتصاد رشد میکنه بخشای دیگه ازی رکود میکنه و مخصوصا اقتصاد افغانستان در بخش سرویس ها خدمات رشد کرده بود. خدمات اونه که رستوران جور کردن، ترانسپورت ساختن و کارهای دیگه در خدمت رونق اقتصاد بازار بود. اما اصل مسئله ای که چرا رئیس جمهور یا وزرایش به موقعی حرف نزدن، این قابل درک بود از طرف اقتصاددانان که اقتصاد افغانستان به یک پای حرکت میکنه. نه تنها افغانستان در این بحران است، کشور امارات با سرمایه‌گذاری جامعه بین‌المللی در سایه ساختمان رشد یک جانبه داره. ایران با فروش مواد نفتی خود اقتصاد خود را میچرخاند، حتی به رعایای خود ماهانه $130 یارانه میداد. اما زمانی که یک بخش اقتصاد توقف کرد، امروز ایران جی دی پیش کسر کرده، یعنی به جهت منفی حرکت کرده. رشد ناخالص داخلی ایران 30% تولید نشان منفی داره. در افغانستان زمانی که این پول از منابع خارجی در اینجا میریخت، رشد اقتصادی افغانستان تقریبا بین 10 تا 14% نوسان میکرد و امروز که بی‌اعتمادی آمده به 1.5% سقوط کرده و این چیز بسیار منطقی است. اولین چیز در اقتصاد نقش مهم بازی میکنه اعتماد است. زمانی که اعتماد در یک جامعه از بین رفت، سرمایه‌دار از تجارت دست میکشه، کار سقوط میکنه. فکر میکنید فعلا اعتماد از بین رفته؟ اعتماد در امروز اگر ببینیم سرنوشت ملت افغانستان به دست سیاستمدارای ما در یک رسن تناب ریسپان بریده شده آویزان در یک چای عمیق است. شما موقف رئیس جمهور از مجبوریت میدانید یا به خاطر خدا ملکیت شخصی خود میتونه که ریسپان بسکله و ملت در تای چا بفته و این اگر دقیق سیاسی بررسی نکنن، ارزیابی نکنن، به جفای به ملت، به تجار مردم و به اولاد مردم چی راست میده؟ در باسازی و نامیدی شکست میخورن، اولادشان تحصیلاتش نیمه میمانه، تجار ما سرمایه رو بیرون میکشه. امروز 34 میلیارد دلار یا در جیب مردم است یا در بالشت مردم و این پولا به طرف دبی روان است، به طرف مالیزیا روان است، به طرف قبرس روان است و به طرف ترکیه. اگر سیاست درست اتخاذ نشه، مصلحت ملت در نظر گرفته نشه، این مملکت اقتصاد فرار میکنه. فقر شما مصلحت ملت و سیاست درست در همین میدونید که باید قرارداد رئیس جمهور امضا کند، از شرایطی که گذاشته باید بگذرد. من خودم در لوی جرگه مشورتی شرکت کرده بودم. در آغاز حرکت ها طوری بود که کلگی تلاش میکرد که مردم موافق باشند و تقریبا 99% مردم موافقت کردند و رئیس جمهور در سخنرانی خود گفت که ما پایهای امریکا را بستیم، هر چی بخوایم از این میگیرم. لطف کنه به مردم بگویه با چی رسن پای امریکا را بستی که ما اعتماد پیدا کنیم، تجار ما اعتماد پیدا کنه، ملت ما اعتماد پیدا کنه، اولاد ما در فاکولته در مکتب اعتماد پیدا کنه. حالا سوالم هم اینجاست، وقتی که در قرارداد امنیتی دست و پای امریکا را بسته نمودی، پس چرا شرایط اضافی گذاشتی و حراس داری از امضای قرارداد با امریکا؟ و واقعاتی که بین از اینا در کاخ سفید گذشته چرا به مردم نمیگه؟ رنجش از اینکه با تیم اوباما ایجاد شده چرا به ملت خود نمیگه؟ اگه فرزند ملت از ملت تیر دوز داره. من خودم شخصا حامد کرزی دوز داشتم، وقتی که به کانادا آمد در پارلمان سخنرانی کرد، تمام اعضای پارلمان کانادا 10 مرتبه خیست. بسیار زیبا سخنرانی کرد، بسیار سیاسی سخنرانی کرد. من افتخار کردم و به این شخص یک علاقه خاص پیدا کرده بودم که یک شخص خردمند سیاسی. اینجا خرد سیاسی به کار است. ملت ما گفتم، طوری که پیشتر گفتم، با یک ریسپان بریده، با یک رسن بریده، با یک تناب بریده در تای چا آمد کرده ویزان کرده. هر تکانی که میتونه مردم به تای چا میفته بدبخت میشه و این گناهی بس بزرگ. تشکر آقای کلکانی. از موقف گیری رئیس جمهور کرزی و جرگه مشورتی تقریبا 2 هفته نمیگذرد. در 2 هفته وزیر مالیش میگه که کاروبار رکود نموده، سرمایه گذاری فعلا در حالت فرار است، مشکلات بیکاری، عواید پایین آمده، نرخ مواد خوراکی تا در بازارهای کابل گفته می شود که بلند رفته، اسعار خارجی قیمتشان بالا رفته. در 2 هفته این گونه است. اگر این زد و بند چند ماه و حتی تا انتخابات دوام کند، چی فکر میکنید که وضعیت افغانستان و مردم افغانستان چگونه خواهد؟ بختیار صاحب، با تایید حرفای دوستا، متاسفانه اقتصاد افغانستان یک اقتصاد تصنعی بوده است که توسط پولهای، مثلا حالا اگر اسعار در بازار کابل بلند میره، بانک پول دلار میکشه و با بازار عرضه میکنه. این از لحاظ اقتصاد
اقتصاد تصنعی میگن، این ساختگی. ساختگی، بله. به این معنا که ما چرا نمیتونیم اوایدی که چیزی که مصرف میکنیم او رو چرا از جمع کرده نمیتونیم؟ فلهازا اقتصاد افغانستان قسمی که دوستا اشاره کردن اقتصاد بر اساس و بر بنیاد تولیدات و منابع افغانستان استوار نشده است و سرپای خود استاد نیست. فلهازا ما گفته میتونیم که یک واقعیت امر است. اگر تا فعلا وزیر خاموش میمان میخواست تو دفتر ذهنش میگشت که میشه که چوکی وزارت هم از پیشم نره. اگر رئیس خاموش میمان او میگفت که باش ریاست هم از پیشم نره و یا اگر امکان داشته باش که از یک گوشی از این پولا یک چیز مام در جیب خود بندازم. ولی امروز یک ضرب المثل عامیانه داریم، میگه آب تا گلون بچه زیر پای. گپ دمو حالت رسیده است. ما شخص نظر خودم است که ما دو سال شده است که در قضیه افغانستان تعلل میکنیم. بعد معاهده امنیتی با معاهده استراتژیک با ایالات متحده آمریکا امضا شد، بعد در وقت امضا میشد. از وقت به این طرف فرار سرمایه وجود داره، رکود افغانستان، رکود اقتصادی در افغانستان وجود داره، مشکلات افغانستان از لحاظ امنیتی، از لحاظ تهیه تجهیزات و لوازم جنگی برای قوای افغانستان با کندی مواجه شده است. حالا ما میبینیم از لحاظ حقوق بین الدول و اصول حقوقی و موافقات بین المللی هر موافقت نامه در با هر کشوری که امضا بکنی یک چیز رو میتی یک چیز رو میگیری. هیچ امکان نداره که موافقت نامه‌ای که بین کشورها صورت میگیره همش به نفع یک کشور باشه. ما منافع چیزی رو میتیم و چیزی رو میگیریم. در معاهده امنیتی که فعلا امضا شده است یگانه چیزی که ما با ایالات متحده آمریکا میتیم عبارت از صلاحیت قضایی است. دیگه هیچ چیزی نیست که ما با آمریکا بتیم. مثلا شما میبینین از لحاظ اقتصادی میگن بعض دوستات یاد میکنن که آمریکایی ها دست فکر از این هستن که معادن افغانستان رو بگیرن. شما ببینین تا فعلا تماما معادن افغانستان که به قرارداد شده است داده شده است غیر کشور آمریکا بوده است، یا به هند داده شده است، یا به چین داده شده است، یا به پاکستان داده شده است، یا به کشورهای دیگه داده شده است. وقتی که ما معدن خود آزاد برای کشورهای دیگه قرارداد میکنیم، وقتی که ما روابط خود با کشورهای دیگه به شکل مستقلانه چیز تمثیل میکنیم، دیگر نقطه چی میمونه که ما بر آمریکا بتیم؟ فقط نقطه آمریکا بعض نقاط استراتژیک که از لحاظ منافع با ایالات متحده آمریکا و با کشورهای جهان منافع افغانستان گریز خورده است. مثلا آمریکایی‌ها میخوان صلح جهانی، افغانستان میخواد صلح افغانی. افغانستان هم به صلح ضرورت داره و جهان هم به ضرورت داره. بنان اینجا ما مشترک المنافع هستیم با کشورهای جهان و با ایالات متحده آمریکا. آمریکا هم صلح جهانی میخواد، ما هم صلح جهانی میخوایم و هم صلح منطقه‌ای میخوایم. آقای کلکانی که در یک زمان حکومتدارای افغانستان چندین بار شعار دادند، رئیس جمهور در هلمند شعار داد گفت که سنگ بسته میکنیم در شکم خود افغانستان نگاه میکنیم. امروز چرا شورای امنیت سر و صدا داره که بر ما مواد سوخت نرسیده؟ برن و افغانستان نگاه کنن. در بدخشان هم چنان ببخشید صدا کردن، گفتن که علف نمیخوریم افغانستان نگاه میکنیم. کجاست اون علف خوراک امروز پیش شوند؟ در این شک نیست که شما ببینید در مقابل تهاجم ها و تعارض ها و تجاوز ها ملت افغانستان سنگ در شکم خود بسته کردن. مثلا ما در مقابل انگلیس ها، در مقابل روسا و در مقابل هر کسی که باشه افغانستانی توانمندی داره. ولی در شرایط کنونی راه عقلانه و منطقیش ای است که این کشورایی که به افغانستان آمده است ایره افغانستان ناورده است. فیصله شورای امنیت ملل متحد رئیس جمهور هم این موضوع را اشاره کرد به افغانستان. ما صداها میکردیم که امریکا تو بدون اجازه افغان آمدی. آل از ضرورت به این داشت و صدا کردیم 10 بار قوت‌های خارجی در افغانستان باید قانونمند شود. آقای کلکانی برداشت شما چیست؟ چرا رئیس جمهور آیا وقت تشویش داره زنده افغانستان یا که مسائل دیگه را شما میبینید؟ رئیس جمهور متاسفانه در جال خودش بند مانده است. رئیس جمهور به این فکر بود که اگر ما سر ملت صدا کنم و ملت بگویم ممکن ملت با پایگاه‌های آمریکا موافقت نکنه، ما آمریکایی‌ها رو بگوییم که
این ملت موافقه نمیکنه و ما حاضر هستم اینی گپای مرا تو شرطای مرا قبول کو. در حالی که ای برعکس شد، ملت قبول کرد، آل رئیس جمهور در حرف خود بند مانده است و متاسفانه جناب رئیس جمهور باید شرایطی که داشت هر کشور، هر شرایطی که بار کشور می داشت باشه در روی موافقت نامه پاتور تسجیل بکنه و یا در روی موافقت نامه مطابق با اصول بین دول. اینال به خاطر امضای یک موافقت نامه رئیس جمهور فکر میکنید یک موافقت نامه دیگه میخواد از امریکا بسید. اگر میخواد، بله. اگر میخواست بعد این موافقت نامه صلح، مسائل تجهیز اردو و انتخابات، فکر میکنید که این مسائل شرط، چند شرط آخری در دقایق 90 برای جمهور پیدا شد؟ بخاطر از اگر قبل از اون بود خو از بارک اوباما باید میخواست که در نامه خود من باورم است که رئیس جمهور غیر شرط ها شرط نهانی دیگه داره. اما فکر میکنید که امریکا او را شاید پنهان میمان، شاید امروز به علان کرد که جمهور کرده چی میخواد؟ ممکن رئیس جمهور تا وقت او کی از وار نگویا نگیره شرط خود برشان نگویا، ولی هر وقتی که او کی از نور گیره با شرط خود برش میگویا. ما به با شرط رئیس جمهور چی خواهد بود؟ ما به باور هستم که رئیس جمهور یا میخواهد که حکومت خود تمدید بکنه، اما این خوب بار بار گفته که امکان نداره، یا ایست که میخواهد که حمایه شو از کاندید مورد نظر خانوادگیش. این دو شرط در یکی از گپایش ممکن. اما از خانوادگی را خوب بارها رد کرده که نمیخواهیم برادرم رئیس جمهور شود و تا در جرگه هم صدا کرد. بله. ما به این باور هستم که بله. یکی صداها هست، یکی در عمل حرکت کردن ها هست. این حرکت کردن ها اگر ما مسئله صلح هست، نه صلح در افغانستان بعد این موافقت نامه درک میشد که ما چه رقم صلح باید بیاریم، چه رقم مسائل افغانستان باید در این موافقت نامه اگر هر چیز می بود باید درک میشد که دو طرف امضا میکردن و بعد مطابق به اصول بین الدول با این عمل صورت میگرفت. وقتی که چیز شفاهی باشه، شفاهی هیچ مدار اعتبار نیست و شفاهی چیزهایی است که در پشت پرده حل فصل میشه. تشکر. لاله سپی او بله مسئله چی ولسمشر کرده تینگار که وی چی که وضعیت په افغانستان کې وروسته د دغه موافقتنامې له لاسلیک نه په همدې ډول دوام ولري، د دې موافقتنامې د لاسلیک کولو ګټه بیا څه ده؟ همغه سوال دا دی چې که اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې روان دی ولسمشر حامد کرزي ته د منلو وړ نه دی او نه غواړي چې داسې وضعیت په افغانستان کې ادامه پیدا کړي، ولې 15 کاله مخکې ونیول چې دغه وضعیت ماته د منلو وړ نه دی، یا راته اصلاح کوي یا م استعفا وړاندې کوم، نه کومه دغه ولسمشري داسې دی. دوستان پر دې باندې بحث وکړي، ما د سیده میز صاحب رئیس جمهور باندې ډیری نیوکې هم کړي دي، ډیری قدغمې کړي دي د ده برنامو چې یا د پلانو. زه اکثره وخت په پارلمان کې هم په میزو کې هم مخالف اوسېدلی یم، یا د ده په کابینه کې د هغه فاسد وزیرانو چې د افغانستان د خلکو سرمایه په خپلو جوبو کې یا مملکتو ته انتقال کړي دي یا دلته وړي، چې نن هغه د ده په مقابل کې درېږي او 100% عواید د خارجانو په لاس کې بولي. تاسو وګورئ، په دا خبره زه کاملا ردوم چې دا زموږ عواید ټول د خارجانو په لاس کې دي، صحیح دی عواید نه پر کېږي، دا هم د ده فاسد وزیرانو او یا د فاسد وزیرانو په توسط باندې هلته فاسد اشخاص چې په ګمارل کېږي. چیز وایت چې دغه په فساد او رشوت په دې شان کې ورکیږي، دونه نه دي چې موږ د غور باندې وکړو. یو عادی بودیجې ده، یو انکشافي بودیجې ده، یو غیر اختیاري بودیجې ده چې امریکایان یې خارجان یې خپله لګوي. موږ هغه اندازه پرې عواید نسو پر کولی. تاسو وګورئ، دا اوس 800 میلیارد قریب 1500 میلیارد دي، موږ 800 میلیارد افغانۍ در دوه ساعته پورې پر کړي دي چې 700 میلیارد کمې دي چې نه پر کېږي. اکالوم نه میاشتې ولو خو موږ هلته په ولسي جرګه کې پر دې باندې بحث وکړي. یو ټکي ته زه اشاره کوم، تېره سي چې دغه نن حقایق زه پر دې خاطر باندې دا کوي کوم چې دا ملت مې اګاسې ده، دا ملت زما خبرې واوري د سیده میز لري، ولې موږ داسې ستي راړو اسانې راوړو چې امریکا دلته ګټې نه لري کلکاني صاحب ول چې ماده نه ورکول. په دنیا کې درې بازار دي، پر دې خو به موږ یقیني چې د نفت او د تیلو بازار دی، د وسلې بازار دی او د مواد مخدر بازار دی. امریکا چې دلته یا د امریکا سره نور ملګري چې افغانستان ته راغلي دي، خو درې شوارې راوړي دي د ځانه سره، د تروریزم ورکول، د مواد مخدر ورکول او شو حکومتداري جوړول. یا شو حکومتداري دا وسی دوی مشترک جوړ کړ چې پر حساب جوړ باندې دغه وزیران وتپل او مواد مخدر په دغه رقم چې هر کال دیش پیسه دلوړيږي. او فکر کوم چې دا ټول ناکام او فاسد وزیران ساس په وینا باندې ولسمشر کړی دی، امریکایانو ته پیلي ټول نه بعضی وزیران چې د رئیس جمهور امریکا ته په لیدغه فاسد وینور داسې دی
ار هغه وزیر چې خارجانو پر حساب جمهور باندې تپلی دي واقعاً هم د فساد لپاره تپلی دي. تاسو وګورئ زموږ بوکلینه قوه درسوالان دي، قضایه قوه مې درسوالان دي، اجرایه قوه مې درسوالان دي. سوال دا دی لالی صاحب چې په ولسي جرګه باندې دا وزیر چا تپلی دی؟ داسې دی خو دغه د فساد ګوره امریکایي راغلی دی، تاسو ته ویلي دي چې دغه وزیر زموږ سړی دی، رایه ورکړه هر څه چې غواړي موږ درکو. ویلي دي داسې دی ګوره، زه دا خبره دې ته بدره وچې زه خامخا د امریکایانو سره وایم چې خامخا د امریکایانو تپلی دي. دا امریکایانو چې تپلی دي دلته په افغانستان کې در اوسه ساته پورې د مواد مخدر مافیا، د مزکو د غصب مافیا، د چور او د فساد مافیا چې دا پلنډ تړلی دي. رئیس صاحب جمهور ملا په هغه وخت کې ماته سوله چې د خارجانو سره هغه وزیران ومنل چې پر ده باندې چې نن یې د شای لکله. زه یو بل شي ته اشاره کوم، دغه فشارونه چې یا د ده کابینه راوړي یا تا نه دي په د کابینې وزیرانو خارجانو ته نه ژړل چې زه د رئیس صاحب جمهور سره په تکلیف یم، د هغه زخیلوال نور سره ژړل. زه به داسې روښانه وایم، خارجانو ته د خپل شکایت نه کوئ چې رئیس صاحب جمهور مالی ریکي په دغه ولسي جرګه کې 15 غشته دی موږ استیزا نه کوي. د ولسي جرګې بیرته بیا کومکونه نور سره اوسو. دلته ډیر مسایل دي چې په دې وطن کې باید حقیقت قربنیا بسي. زه د رئیس صاحب جمهور د دې نظر چې دا کوم دی وسته شخصي غوښتنې یا خلک وایي چې د ورور کاندید یا خود به لري دولس کاله دلته حکومت کړی، د دې نظر زه مخالف یم. زه د کاندیدو مخالف یم چې څوک د کاندید کدی ورور ولي که پر بل کاندید باندې لاس نشته. زه د دواړو مخالف یم، ولی ما پر شخص وزه د یو کاندید سره تللی یم. کله کاندید صاحب خبر دی، مګر یو شی دی پر یو حقایق باندې به موږ سترګې نه پټو. دا وطن دې ته ضرورت نه لري چې سپېره کوته تا په دې وطن کې اوسي. دا وطن دې ته ضرورت نه لري چې زموږ حکومت نور سکوت وکړي. خارجان راغلي دي، د بې خارجانو بغیر که دلته دا وطن موږ ساتلی سو خو چش به اوس اردو مې $1500 معاش لري. دا $1500 به ورته ووایي چې ریکه کله وطن پرسته انسانان موږ په دې وطن کې لرو. دا سیم نه د چټول راغلی دي. اما بیا دلته نور خبرې دي لای صاحب، دا درسته چې د افغانستان خلک یا وطن پرسته خلک پکې شته چې خپل وطن ساتل شي، اما سوال خلکو ته داس پیدا کیږي چې دولس کاله د امریکا په ډالرو باندې مزې تاسو چارواکي وکړي، نن ته امریکا سره ډغره وای وخت پوره کیږي د دې لپاره چې تاریخ تا باندې کوم بد قضاوت ونه کی. ته وای چې زه نور امریکا نه غواړم، د امریکا مخالف یم، او دا سیال کې د غرمې د ډوډۍ پیسې د ارک د مانی کې دي چې د امریکایانو د پیسو نه وي. او بیا اوس وای چې ملت لاړ شي، ملت غیرتی دی، د وطن وساتي. چا نه وساتي؟ د دې غاصبین نه وساتي چې اوس د بل چا نه وساتي؟ دا څه دی؟ زه رنج د دې وطن د ار حالات سره رنج بله. د امریکا ډالر زموږ د فار زمانه نه لري چې موږ دوی ته د وطن کوله ورکو. امریکا په خپل ګټه پسې راغلي، د درې چوارې چې وړي په درو سره په درو کې سره کې راکابل. ټول منی چې امریکا خپل ګټه لري په افغانستان، د افغانستان سره چې د افغانستان سره د کال د میلیارډو مواد مخدر وزي خارج مملکتو ته، دا غول د دې مخنیوي ولد کیږي. په دغه افغانستان کې چې د مواد مخدر هغه غټ غټ کچکبران دا وسوم په دغه کابل کې مختلف وزوی کې کوټه دی ولیدان دی ولیدي مواد مخدر کری څوک مخنیوي څوک نه کوي، او افغانستان کې ټولوي څوک تا خو موږ په خپل افغانستان چې زمينه برابر کړو. زه اصل اصلي خبره ده، په افغانستان کې نور د تروریزم جنگ نشته. طالب د امریکا دشمن نه دی، زموږ حکومت هم دشمنی نه ورسره لري. نن په افغانستان کې زه خپل ازمای کیند د سپ افغانستان کې نن د موادی مقدر جنگ روان دی چې په منطقه کې نام نکیږي. کدلته موږ ته زه یو شی وایم، که زموږ د امنیت او د سولې ضمانت ونسی په مرګرتیا کې، آیا کدا په دې معنی باندې چې پر موږ باندې فشار وي او دوی پر موږ باندې فشار واردي، دغه کواله یا دغه تړون دی؟ دا خبره معنی چې ځینې کسان په دې باور دي که تړون له امریکا سره نه لاسلیک کیږي او شاته غورځول کیږي، هم د افغانستان خلک لستون سره مخامخ کیږي. او رئیس جمهور چې هغه خبرې کوي چې کزی لاسلیک مبیا هم ستونزې پیدا کی، کوم ستونزې به ډیره لوی وي چې تړون لاسلیک شي او ستونزې به ډیره پیدا شي؟ کنه که رئیس جمهور ځان بند کړي تړون لاسلیک نشي، ډیره ستونزې به پیدا شي. دا څه دوه خبرې توصیم پرېږدي، دوه خبرې زدلته ستا. زه په دې باندې پوهېږم کدا تړون لاسلیک نشي، موږ به د ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. چې نن یو ځای تیل را باندې بندېږي، د بل ځای د دمکۍ راکول کېږي، چې حکومت به مې سکوت وکړي، معاش مو زموږ په لاس کې دی، عواید مې زموږ په لاس کې دی. زه د هغه ورځې په دې باندې یقین یم چې زموږ برق ډیزلي برق دی، په سوچ یې باندې کې بیا زموږ برق نشته. زه په دې ټولو اړخو باندې دا ټول چند ما درکړي دي، مګر یو شی خو د خارجیان که واقعاً هم زموږ سره د دوستۍ په نیت باندې دوی راغلي دي، زه خو د دوی سره دا برداشت نه لرم چې دوی زموږ د دوستۍ د راغلی دی. ګټه دي دوه طرفه ګټه دي، یو څوک په چې کې ګټه، هر څوک راغلی او په واشنگټن کې خپل خلک وساتل. دلته دي نور د زموږ وطن که خارجیان نه دي بدبخت کی، او که د خارجیانو لاسپوڅي په حکومت کې دي، دا دي د زموږ وطن نور نه بدبخت. خو زما سوال بیا بل شی، کرزی صاحب غوښتل او پوهېده چې دغه وسایل دي په افغانستان کې، امریکایان صداقت نه لري، فکر نه کوي چې پاول سر کې به باید غږ کړی و چې زه له امریکا سره امنیتي قرارداد نه لاسلیک کوم، زما وخت پوره کیږي، نوی ولسمشر راځي، آینده حکومت پوهېږي، کار پوهېږي.
جرګه راوخته ټول دنیا ګرم کړ چې تړون د لاسلیکيږي جرګه مرته مشوره ورکړه چې دا تړون لاسلیک او ځان بندي دا د حالاتو د خرابېدو لپاره نه ده خو بیا ودا کار کړي وو چې امریکایانو ډیر فشار باندې راوړی شپږ میاشتې مخکې به خپل حکومت نه تیر شوی ویل چې دغه زما استعفا زه له حکومت تیرم دا تړون نه لاسلیکو په حکومت کې چار څوک دی هغه د لاسلیک کړي اوس خو جرګیانه د خارج نه خلک وغوښتل د دې لپاره چې جرګه ده ګاونډي هیوادونه خلک وغوښته چې جرګه ده پینځه ورځې لارې ورته بند شوې شپږ ورځې رخصتي ورته وکړه چې جرګه دی مونږ فیصله کوو اوس وایي چې نه ماته شرط کېدی اوس فکر کوئ چې دا واقعا د افغانستان د خیر لپاره وي کنه نور مسایل دي داسې دی په جرګې ته ما ګډون هم نه دی فکر کړی زه ورغلی یم نه یم د ولسي جرګې په شتون کې زه په دې مسایلو باندې پوهېږم رئیس صاحب جمهور ډېر ناوخته دا غږ پورته کوي دا کمې خبرې چې زه پوهېږم چې په خبرو کې دا کم شی چې دی پر کوم ټکي باندې ولاړ دی د دې سره ټول افغانان موافقه لري چې سوله او امنیت د امریکایانو او د پاکستان په لاس کې دي دا ټول موافقه ورسره مګر دا ځکه دا وخت پورته کی مګر دا شی ته موږ ضرورت لرو دا خو موږ درکړی دی دا شی ته موږ ضرورت لرو زه وایم اوس موږ بدل بل بدل نه لرو بدل د چی شي د دلته امریکای نه غل دی افغانستان ته د چا په خوښه باندې نه درغلی په تروریزم سره غل دی په زور باندې راغل دی د شی حکومتداري د مواد مخدر د ورکول د پر درې سره حرکت زه د شک په سترګ ګورم مګر دلته چې د رئیس جمهور پر کوم خبره باندې ولاړ دی د ټینګ ولاړ زه پوهیږم چې افغانستان به د ور په لمبو کې یو ځل بیا سوزل کیږي زه په دې باندې پوهیږم ډیر خلک دی وسوم د افغانستان تجزیه ته نیت لري دا وسوم د په دغه اڅو کې روان دي چې افغانستان تجزیه سي مګر یو شی زه وایم په دغه باندې که زموږ ګټې په نظر کې ونیول سي د امریکا شتون دلته هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی که دوی ګټې لري هر افغان غواړي چې زما ګټه دی په دې قرارداد کې په نظر کې ونیول شي او زما ګټه باید پکې وي اما سوال دا دی چې دغه ګټې د جمهور ولې په دغه متن کې ځای په ځای نه کړي چې قانوني سند شوی وي امریکا نه اخته اوس خو امریکا یو سند هم ورکړي جمهور ته شخصي ورکوي رئیس جمهور په خپل جیب کې ساتي که سبا دی ولسمشر نه څوک باندې دا کوي پاس وي چې ما سند اخیسته و اما په قرارداد کې خو نه راځي چې راتلونکي حکومت یا خلک دا وکړي امریکا باندې چې تا خو په قرارداد کې ما سره دغه شی لیکلی ول نن نام لیکوي دا څه دی یو د شخص ګټه ده یو د مملکت ملي ګټه ده د مملکت د ملي ګټو زده رئیس صاحب جمهور د ټولو هغه نظریات چې د وطن په ضرر دي د ټولو مخالفت کوم منګر نن ګوره زنن دا وایم د دغه نظر زب په څه خاطر باندې ملاتړ کوم د زموږ وطن نور در پدر دي دغه د جنگي ماشين سوشت نور پر موږ باندې باندې چې فقط افغانانو ګناه کړی درغل دي په افغانان به وژل کیږي زه په دې متیقین یم چې دا جنگ نور د تروریزم جنگ نه دی د مواد مخدر جنگ روان دی یو شی زوایم کدلته امنیت خراب یی یا امنیت خراب سوی دی دا ز اټس کله د صبر دوله چې دا د امریکا یا د امریکا سره راغلي کوم مملکتونه دي د پاکستان په برسته باندې دلته امنیت خراب کړی دي کچيري په افغانستان کې امنیت وای نن زده د سره ولې د ایران او د افغانستان په خاطر باندې د امنیت تړون منم اغه ځبا غونډیان دي اسلامي مملکتونه دي نن دا غو د 15 دیرش کال په مداخله پر اساس باندې نن ز امریکا د پاکستان شبولم د ځان لپاره مګ چې 15 دیرش کال مداخله کړی ده مګر یو شی زوایم د افغانستان کوالی صلاحیت نه رئیس جمهور لري نه په افغانستان کې بل پر لري افغانستان تړلی په افغانانو پر دی دغه سي حرکت چې د اوس په افغانستان کې زموږ د پاره د فشار کیږي زه د دې تړون طرفدار په هغه شرطو کې ولوم چې هغه د افغانانو غشتري په نظر کې ونیول سي مګر نن چې امریکایان دونه فشار پر موږ باندې چې کله پر د وردو تیل او تبدې کله رئیس جمهور ته دم کوي ورکی کله وای افغانستان په د ور په لمبو کې سوزل کیږي تروریزم طالبان براسي د ګردو دنیا ورسي اوس خو نن د خپل ځمان جاري زو کله نو د خو واقع د رئیس جمهور خبره تایید زه تاییدوم چې د جنگ د دوی په لاس کې دی کوم د تړون سره امضا نه کوو اگر افغانستان په طالبان نسی زوایم ارڅ چې کیږي امریکا د زموږ سره د دوستۍ لار وکی د دغه لار اصول د لار دغه نه ده چې دوی پر موږ باندې فشار اوري د فشار په نتیجې کې پر موږ باندې تړون امضا کوي زه یو مثال یو لاند مثال درته وم یو بچا و د خلکو ته ویل ول د خپل ځوانان راټول کول د خپل مشران ټول مړکی او اگر ولار سول خو خیر لاندې درته کوم ټول مشران عمر کړ خو یو سړی وشار و د خپل زوی ته ولما ژوندې وسته زبتا ته ډیر په درد باندې وخورم هغه چې ژوندې وسته بل ورځ د بچا ورته تل سل غزه د شګورسي ماته جوړ کی د خلک د ځوانان ټول ورختا و چراله د سړی پلاری په کور کې و برای ورته ویل چې دا ته څولې ورختا ول بچا مشته ویل چې سل غزه سل متر د شګورسي راته جوړ ک برول دا خو اسانه سوال دی و بچا ته ورته یو متر ترته جوړ ک دا نن یو متر به موږ درته جوړ کو د چې ورل چې دا خبره وکه ا بچا ورته ویل چې تا خپل پلار نه دی وجلی
که یا تا خپل هغه مشر نه دی وژلی، که تا هغه وژلی وی نو نن دې دا سوال نسو راعلولی. نو زه په دې باندې کوشش کوم نور دې زموږ مملکت او زموږ مشرانو ته نور صدمه دې نه رسیږي. زه د رئیس صاحب جمهور د دې خبرې په کلک ملاتړ کوم چې سوله نه راغلی او امنیت نه راغلی، او سوله او امنیت په امریکایانو پورې، په ګاونډي پاکستان پورې تړلې ده. نن موږ هم د تروریزم په لمبو کې سوزو، د ګاونډي هغه زموږ د جبرن اخوا ته پښتانه سوله او امنیت زه ګوره د سولې د پاره چې کومه شورا جوړه سوله تشریفاتي وي تر وژاو ستا امنیتي ځواکونه ته چې پیسې درکوي، تجهیز درکوي، یا نور شیان چې نه غواړي، تیاری ور نه غواړي، دا د څه لپاره غواړي؟ خو د دې لپاره غواړي چې په خپله په پښو ودرېږي، د خپل هېواد امنیت وساتي. د امنیت راوستلو معنا خو په همدې ډول باندې دی که داسې وي چې امریکا په 15 ورځو کې د ولسمشر احمد کرزي په شرط باندې په یو میاشت کې دوه میاشت کې امنیت راولي، بیا موږ اردو ته څه ضرورت لرو؟ پولیسو ته یا تجهیزات نور څه ضرورت لرو؟ خو امنیت راغی خلاص نو 15 کسه پولیس پس دی چې هکي صبور او غله ونیسي، خلاص امنیت راغی. نو بیا داسې دی، یو شی وایم، زموږ وردو او زموږ امنیتي سکتور چا د بینه وړی دی. دغه امریکایانو موږ په افغانستان کې درسته تیاری درلودی، موږ ټانګان درلودل، ګوره موږ په افغانستان کې ډېر کوي. د طالبانو سره موږ ته ډېر وسلې او شیان راپاتې وو، د ډی ډی آر په نامه، د ډی اک په نامه باندې سکیم وسلې د افغانانو سره واخیستل سولې او هغه تخریب سولې چې هغه وسلې نه زموږ په لاس کې وای. رئیس جمهور دغه دریز نه دفاع کوي چې باید همداسې ادامه ورکړي. زه درې ګوره، زه درې صاحب جمهور هغه دریز چې دی هغه غوښتنې چې دی د خپل کاندید یا د خپل شخصي غوښتنې په کې لري هغه ردوم، مګر دغه دریز د رئیس صاحب جمهور ته تاییدو استاد څنګه کوي دا دریز د هغه کاندید غوښتنو لپاره وي؟ دا څه دی، رئیس صاحب جمهور په دې باندې ټول پوهیږي د افغان کده د انتخابات نو بیا دا داس معنی لري چې دغه انتخابات بیا نو د افغانانو په لاس کې دي، بیا ټول امریکایان دي، امریکایانو چې د ارچا لاس ورپورته کوي هغه د افغانستان رئیس جمهور دي. د زموږ د خبرو څخه خدای سي معلومیږي انتخابات تړلي په افغانانو پورې دي چې هر څوک رای تراوزي د افغانان د افغانستان سرنوشت ټاکي. سید مالی کومک په امریکا یا نور مملکتونو زموږ سره کوي کدونه د موږ د خپل دونه راستره جمهور سوالرو چې د کاندید مطلق په امریکا پورې وتلو چې بس امریکا بس موږ لاس راپورته کوي. امریکا کولای شي د رئیس صاحب جمهور لاس ورکشته کوي، یو بل پدای ولس کې پیدا کړي، د بل یو لاس ورپورته کوي. که انتخابات شفاف نه وي په افغانستان کې اصول او امنیت نه راغلي، افغانستان د بد حالات خواته روان دی، زموږ خلک په ډیر بد حالات کې دي. ولې دا مسله موږ په دې پورې وتلو چې رئیس صاحب جمهور خپل کاندید په منی یا د خپل کاندید کې دا نیوکه ما پر کړی دي چې د رئیس صاحب جمهور تر خپل کاندید لپاره ټول مشتري مجر کوي. مګر یو شی زه وایم، دغه افغانستان کې چې هر کاندید لاس پورته کیږي 100% د امریکایانو په ملاتړ سره نه کیږي. که 25% د امریکا ملاتړ ته ضرورت وي، 25% زموږ همسایګان ته ضرورت وي، 50% افغانان خپله په دې کې رول لري. انجینر صاحب، یک موضوع دیگه که پالاک رئیس جمهور این گونه با امریکایی ها در مخالفت قرار دارد و میگوید تا زمانی که شرایط قبول نشود خب ما این پیمان امضا نمیکنم. یک سوال دیگه که پیش مردم افغانستان است، اگر حکومت افغانستان اینقدر میتونست که با امریکایی ها جنجال کنه و منافع ملی افغانستان در نظر بگیرد، چرا تدابیر حداقل برای دو سال باید میداشت برای مردم؟ امروز قیمت یک دانه تخم مرغ از 5 افغانی به 7 افغانی بلند میشود. خب معلومه بیچاره که 5000 افغانی معاش داره، در این جنجال چند ماه باید انتظار بکشد و این گونه وضعیت تحمل کند؟ پرسش بسیار زیبا و خوبی است. ما مسائل افغانستان باید سیاسی علمی با دقت های بسیار لازم کار کنیم، گپ بزنیم، بررسی کنیم. مسائل عاطفی مشکل افغانستان حل نمیکنه. حرف شما یک معلم نمیتونه طفلای خود گشنه در خانه نگاه کنه، یا یک عسکر به حرف لالای سه با 500 روپیه زندگی کرده نمیتونه. این حرفای عاطفی است. ما به امروز زندگی میکنیم، به استاندارد امروز باید کشورداری کنیم، با همسایه خود مناسبات قائم کنیم، در داخل کشور خود حق و حقوق هر کدام خود بدانیم. وقتی که ما امتیاز میگیریم عسکر هم حق داره امتیاز بگیره، وقتی که ما امتیاز میگیریم یک معلم هم حق داره امتیاز بگیره. و در این مدتی که امریکا انتقاد کرده و رئیس جمهور که در حکومت داری خود ناکام بوده، حرف بیشتر دوستا جناب کلکانی صاحب فرمودن که در این وقت چرا متوجه نشد که جنواق زیاد است، یا این امریکایی‌ها به ما کار نمیکنه، نیت نیک نداره. دو سال پیش، سه سال پیش، چهار سال پیش به ملت میگفت که اینا نیت نیک به ما نداره، مردم متوجه سرنوشتتان شوید. و امروز که این میثاق یا این توافقنامه در شرف امضا کردن است، اولین کسی که داوطلب میشه دشمن دیروز ما پاکستانی رئیس جمهوری در افغانستان میه، میفهمه که اینا یک متحد قوی پیدا میکنن و او خودش تقاضا میکنه که اجازه بده. دو مسئله، یکی از شرط های رئیس جمهور کرزی نمیست که باید صلح در افغانستان تامین شود. رئیس جمهور کرزی گفتن که
امریکا و پاکستان میتونه در افغانستان صلح به میان بیاد گفت امریکا بالای پاکستان باید فشار وارد کنه. بله. حالا سوال ما ایست که خیر وقتی که از امریکا میخوای که بالای پاکستان فشار وارد کنه، چرا رئیس جمهورش دعوت میکنی ایجا موافقت میکنی امرایش که بر ما زمینی گفتگو را مساعد کو؟ خب پس خودت یک حکومت مستقل هستی میتونی صحبت کنی، پس نیاز به فشار امریکا چیست که میخوای از او شرط ما دلم میخوای بسیار مسائل از لحاظ اقتصادی و سیاسی و جیوپولیتیک و جیوستراتژیک پاکستان افغانستان توضیح کنم. حرفای ما زیاد عاطفی میشه تا اینکه حرفای علمی باشه بر مبنای وضعیت دنیا و همسایه‌های ما بحث کنیم. پاکستان فرمولی که ایجاد کرده، موقعیت جغرافیایی که داره، موقعیت جغرافیایی پاکستان از ما بدتر نیست، خوبتر است. یک طرفش دو تا کشور تشنه به انرژی و یک طرف دیگه کشورهای غنی از انرژی. چین همیشه تلاش داره از طریق پاکستان و بندر گوادر برسانه خود. 1200 کیلومتر سرک ساخته. با واسه که در پاکستان بی امنی است، جنگ است، طالب وجود داره، تروریسم وجود داره، اما کشور خود می سازه به خاطری که زمامدارای سیاسیش دقتای سیاسی داره. با متحد خوب برای خود پیدا میکنه. امروز تیارات بی پیلوت که میاد در هلمند میزنه، رئیس جمهور چیغ میزنه که حق نداری بزن، اما بوگه پاکستان که از خاک تو چرا میخیزه وطن ما را میزنه؟ شما میفهمید پایگاه تیاره بی پیلوت در کجاست؟ در خاک پاکستان است. از خاک پاکستان میخیزه میاد در هلمند طفل ما را میکشه. رئیس جمهور پاکستان خطاب کنه که تو خیانت کردی. بر امریکا چرا تاخت تاز میکنه؟ از اون پایگاه هم پاکستانی را میزنه، همه را میزنه. اما پایگاه را کی داده؟ پاکستان داده. ما روشن فکرها، ما جوان ها، مثل وکیل ما، باید ما بفهمیم گناه در کجاست. پایگاه در پاکستان است. ما هم سر امریکا میدم، لاله ها میدم، کلکانی صاحب میدم. پایگاه در پاکستان کسی داره پاکستانی خیانت کرده به ما. رئیس جمهور چرا که به راکت ها که به کنر میخواید، چرا پاکستانی را یک شعار ندادن، یک اعتراض به ملل متحد نشده تا امروز که چرا راکت ها به کنر میخوره؟ و امریکایی که به ما امکانات میده، هویت میده، امروز کل همسایه از ما میترسه. اگه پیمان امضا شه تمام همسایه ما را منیس یک کانترپارت، یک همپای مقتدر خود این منطقه میشناسن و هر کس وضعیت طوری میسازه که خواهشات اضافی علاوه شه. این خواهشات رئیس جمهور غیر سیاسی است، باید در پروتکل می بود، در قرارداد می بود. نمیشه عروض از جیب خود یک کاغذ آدم بیرون بته. سیاست مدارای دنیا با آدم خنده میکنه. این یک سیاست سرنوشت تک ملت گیری خورده به این مسئله. این ما نمیتونیم با عاطفه بگویم. و دیگه مسئله که لالای سبیسار روش اصرار میکرد، مسئله صلح و امنیت بود. تعریف صلح رو باید ما در کشور مشخص کنیم. صلح با کی میکنی؟ وایسای پاکستان؟ و امروز ما باید دوست ایجاد کنیم. ما میخوایم که امریکا رو دشمن بسازیم، که واسفردا بگردیم یک گروه بسازیم که امریکا هم باید ما مصالحه کنیم. ما در خبط سیاسی حرکت میکنیم. تعریفی از صلح نداریم، تعریفی از امنیت نداریم. شما ببینید در کجا امنیت از بین میره. بدخشان آرام، بدخشان وقت زمانی که طالب و مدرسه پیدا میشه، دوجه کشت خشخاش هم شروع میشه، مواد مخدر هم شروع میشه، نارامی هم شروع میشه. در هلمند، در قندار مواد مخدر است که سبب بدبختی شده. آیا ما وقتی که عسکر میگیم با 500 روپه شکم گشنه بیا از ملت دفاع، آیا گفتیم ما وطن خود که این ماده زهرناک نکار؟ تو قنداری تا گفتی که نکار مواد مخدره. با وجدان انسانی این گناه را چرا میکنی که میکاری مواد؟ وقتی که عسکر میگیم شکم گشنه بیا جنگ کن، چرا نمیگیم کسی که تریاک کاشته در زمین خود که تو تریاک نکاش؟ این خیانت است. در کجا تریاک کاشته میشه؟ در جایی که تمام از پول زمین تریاک مردم ما قربانی میشه و 70% پول کمک های بین المللی در اون مناطق ضایع شد. پلچک هم میسازه سوا شو خرابش میکنه، او که تیکدار هم خوش داره که خراب شه. به خاطر اینکه پلچک $10,000 خرج کرده، از بودجه جامعه بین المللی $100,000 گرفته. خب برادر پول ما را اینمی خیانت ها را ما باید بس کنیم امروز. نمیشه که ما عاطفی بگیم. تشکر انجینر صاحب. بس جنبندی میکنم، فقط یک جمله کوتاه میخواستم، یک سوالم داشته باشم. سوال ما است که نمی چند سال پیش بیشترم سوال کردم که چرا موقف نگرفتن. رئیس جمهور میگه که به امضای سازمان ملل یا شورای امنیت آمده بودن. چرا به شورای امنیت اگریزه نکردن که آمریکایی‌ها به امضای شما به خاطر اینی موضوع جامعه جهانی آمده بود، اینو برآورده نساخت؟ شما هم راش گپ بزنین که یا چرا این کارا نکردن. و امروز مردم افغانستان این حق هم داره که از این حکومت و وزیرای کابینش سوال کنن که در طول 10 سال شما از استراتژی برنامه صحبت میکردی، در طول 2 هفته امروز حلقتان خشک شده و میگی که آیت نیست، همه چیز وابسته به کمک خارجی است. سوال بسیار جالب است. ببینین وقتی که قوات های خارجی در افغانستان آمد، حکومت در بند تشکیل شد، وقتی که به افغانستان آمد جناب رئیس جمهور، رئیس جمهور موقت انتقالی انتخابی، دو دور انتخابی جناب رئیس جمهور و از جمله کسایی که ما برش کمپاین کردیم، ولی اینه شما درک بکنین که
آیا حکومت افغانستان جناب رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی رهبری میکرد یا امریکا؟ اگر ایر امریکا رهبری میکرد، خب باید رئیس جمهور امی حساسیتی که فعلا داشت باید اون وقت میگفت که دیگه من نوکر امریکا نیستم، استعفا میدم. و اگر دولت افغانستان جناب رئیس به جمهور رهبری میکرد، بنان در اون وقت باید مدیریت سیاسی میداشت. اما چیزی را که لالای اشاره کردن، اگر وزیر سرش بزور قبولانده میشه صدا میکرد که مسئولیت ندارم نمیخوایم. خب مسئولیت رئیس جمهور است. آن اگر ما کشور فقیر هستیم، اگر پولهای ما به امریکا رفته است، اگر پولهای ما به دبی رفته است، اگر کابل بانک چور شده است، همه مسئولیتش برمیگرده بر ریاست جمهوری افغانستان. چرا مدیریت سیاسی لازمه که بود نداشتن؟ وزیر رئیس به جمهور تعیین میکنه، معین رئیس به جمهور تعیین میکنه، تماما مسائل اقتصادی رئیس به جمهور میکنه، بانک جور میشه توسط رئیس به جمهور امضا میشه، ولی اگر دزدی میشه این مسئولش کی است؟ باز هم کسی که مدیریت سیاسی میکنه، کسی که درایت سیاسی میکنه، کسی که در رهبری سیاسی افغانستان قرار داره، مسئولیت در برابر امی همچون نابسامانی ها داره. گوش دوست عزیز که چیز دیگه که جناب انجینر توضیح کرد در مسئله موافقتنامه، ما موافقتنامه شفاهی در طول تاریخ جهان بشر نداریم که موافقتنامه شفاهی باشه. همه ما در کمیسیون روابط بین المللی اسناد را خواستیم، موافقتنامه هایی که 40 سال 50 سال 100 سال با افغانستان امضا در روی تحریر شده است، تمام موضوعات. آره، موافقتنامه که با ایالات متحده آمریکا، ما 20 موافقتنامه استراتژیک دیگر با دیگر کشور امضا کردیم، تماما در روی کاغذ درج شده است و امضا شده است. آره، ما اگر چیزی از امریکایی ها میخواییم باید در این موافقتنامه درج بکنیم که ما صلح را در 6 ماه از پیشت میخواییم، ما اینقدر پول از پیشت میخواییم، ما اینقدر سلاح از پیشت میخواییم. بعد اگر در چیزی که در موافقتنامه نمیه، شما یاد دارین که موافقتنامه را جناب رئیس به جمهور قبول کرد، گفت که با خطی که از طرف اوباما بر ما آمد، بله، ما موافقتنامه را قبول کردم، در روی جرگه صدا کرد. وقتی که توافق کردن آره چرا امضا نمیکنید؟ زیو خبر کوم، یو خبر کوم بلند تو بلند اوم دغه رابر سایبان چې پر دغه حساب جمهور باندې دغه وزیران تپل او ارتولاړو چې زه به افغانستان به کریم د بوران خو ته لاس دیو به سر د ایران د ګریوان راوتلو د بل به پاکستان د پزړی اشکال خدا بدبختی تیر شته وي. زه حساب جمهور نه نماینده ام، نه د طرفدار ام، د شلوارې منیوي کې پر کړی دي مرګ حقیقت نه پټوم. یو شی دا اوس چې د یو لس کاندیدان ریاست جمهوریت ته ولاړ دي، ولې د امنیتي تړون پاکله باندې خپل نظر نه ساتو ولس ته نه وایي؟ یو سترګې د امریکا سفارته کاندیدانو نیولې ده، بله سترګه یې ارک ته نیولې ده، هم د ارک په تمه ناست دي، هم د امریکا د سفارت په تمه ناست دي. نن افغانستان د اور په لمبو کې سوځل کېږي، دوی چوګرد خولې خاموش نیولې دي. د افغانستان ګوره، د افغانستان په برباتي کې دغه خلک چې دا امتیاز غواړي، زه هم د خارج تر ګریوانو چې که ایو نارې کړې که به که زما خبره نه ومنې زه د باندې ځم، خارج ته ځم او د ملک پرېږدم. یو د ایران دی بل موږ داسې په مشکلاتو کې، دغه د 15 کاله چې د خلکو په وژو کې سپاره خلک دي، د حکومت هم در پدره کوي، ولس هم د غم پر ټغر کښېنول په مخ ډیره مننه کوم ستاسو ټول نه چې په دې بحث کې ګډون وکړ کور ودان. ستاسو لیدونکو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.